میخوایم باید یک هدف بلند برسیم، به انفاق ضرورت است. باید زیربناها جور شود. مهم چی زیربنا؟ چی زیربنای فکری؟ بسیار خوب مکتب داشته باشین، بسیار خوب مدرسه داشته باشین، حلقات علمیتان بیشتر باید شود، بیشتر باید شود. تا تغییر به واسطه چی میاد؟ تغییر به واسطه علم میاد. هر جایی که غلطی است از جهل سرچشمه میگیرد. بنان بر ما رب العالمین میگه یسالونک ماذا ينفقون، از تو پرسان میکنن ماذا ينفقون و علما ينفق، چرا انفاق بکنن و بر بالای کی انفاق بکنن، امی پرسان میکنن. هر کس میآید قل بگو ما انفقتم من خیر فللوالدین، آنچه که شما از نیکی خیر، من خیر، آنچه که شما خرچ میکنه از نیکی، بین من خیرین خیر نکره است، تعمیم را افاده میکنه، چی مالی باشه چی معنوی باشه. ولی خوشحال نیست که کلگی باید پیسه بده، خیر من خیرین فللوالدین. پس اولین انسانی که تو با او باید مساعدت بکنی کیست؟ مادر و پدر است. من خیرین ای، یعنی میبینی که تغییر از کجا شروع میشود؟ تغییر در دنیا زیاد مردم تجربه کردن. خب سید جمال الدین را خداوند متعال رحم بکند، شخصیت بسیار بزرگ کشور ماست، او مبارک در این فکر شد و اشتباهش در فکرش نمیجا سرچشمه زد. او میگفت که اول پادشاه اصلاح شود، بعد از او با چی جور میشه؟ با رعیت جور میشود. از این خاطر بیچاره همیشه در سر پادشاه رفت، در افغانستان به پادشاه رفت، در ایران به پادشاه رفت، در ترکیه به پادشاه رفت، در مصر به پادشاه رفت. امی جان میگه که امی غلطی ها رو امی پادشاه ها میکنه، اگه امی جور شد ما جور میشیم. این زحمت را اگه به دوم قضیه میگرفتن در او خیر بود، یعنی اول فرد جور شود، باز خانواده جور شود، باز اجتماع جور شود، بعد حکومت جور میشود. این اساس است. هر کسی که میخواد که نه اول حکومت جور نه، زیر حکومت اول با خودم جور کنه. قرآن میگه که از تو پرسان میکنه و جای انفاق بکنه تا که زیر بنا جور شود. بگو قل ما انفقت من خیر فللوالدین، آنچه که شما خرج میکنین اول به والدین، عقیدهش باید جور شود، شرک و خرافات باید دور شود، عقیدهش جور کن، اخلاقش جور کن. والاقربین، باز به نزدیکان، والیتاما، و مردم های بی سرپرست و یتیم. دقیقشون چه قضیبا تعبیر میکنن، زیر یتیم اگر تو زیر سرپرست کفالتت قرار ندی با اون غلط تربیه میشود. دوم نفره که جامعه را خراب میکنه مردم هایی که اونا به اصلاح سیادت ندارن. والمساکین، و بینوایان، و ابن السبیل، و طلاب علم و مسافرین و مجاهدین، به کلش خرج کن. اما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم، هر چی که شما از نیکی میکنین به الله به او عالم است. پس من خیر، هر خیری که دارید، یعنی ما باید نادیده نگیریم. یک مسلمان باید خیر را برساند، در هر جایی که خیر بود در اونجا باید فعالیت بکند. خب پس این یک جمله بسیار زیبا شد به ما. ببین هدفم تعیین کرد، بعد از او باز رسیدن به هدفم تعیین کرد که به او هدف شما نمیرسید مگر اینکه از خود شروع نکنید، باز خانواده اید، باز اجتماعیت، باز اون تو بادا. ولی کل چیز که جور شوش کنین که این فکر و ارزش چی نکنین، یک فلسفی ندانین که ما همون تو میکنیم سیجگاه برای تر تبلیغی ما خیلی خوب مردم هستن، شاید نیک مردم هست، خواهی تو نیدیگه که همیشه همین شش نمبر باشنه، همین شش نمبر هیچ تغییر نخور. نه، کمک انسان بالام باید برود، کمک برای تغییر باید کار بکنی و عملی تغییر ای ضرور است. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، کتب علیکم القتال میگن نوشته شده بر بالای شما، فرض گردانده شده بر بالای شما، القتال و جنگ، و هو کره لکم، در حالی که آن در حالی که از آن اکراه داشتید، او را نمیخواستید، ولی ارگاه تربیت تا ضعیف کردی، پشت سر سیستم تا ضعیف کردی، مردم سر تو می آید دیگر. که قوی بوده باشه قسم با خود دیگر از تو دور دور می گذن، میگه نشه که بر خود غم بخورم، همون تا سنیسه. ضعیف که بوده باشه همون تا تلیت میکنم، قوی که بوده باشی مردم خدا نگاه میکنم. پس به ضعف تربیتت ضعیف شدی،
که ضعیف شدی سیستم را از دست دادی، که از دست دادی هر کس یک چپات میزنه تا همون تو میشه میگه نواشته شده. باز به با امو کتبه را که دو روز گفتم کتبه که میایه معنای چیست که از ما سستی است، یعنی ضرور نبود، چون ما خراب کردیم. خدا میگه کتبه علیکم القتال، نوشته شد بر بالای شما قتال، و هو کره لکم، در حالی که از آن نفرت داشتید و اکراه داشتید، و عسى ان تکرهوا شیئا، و چه بسا اشیایی که از آن اکراه داشته باشید، و هو خیر لکم، که خیر شما در آن باشد، و هو خیر لکم، و آن بهتر باشد با شما، و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، و چه بسا چیزایی را که دوست داشته باشید در حالی که شر شما در آن باشد، شر شما در آن باشه، بدی شما در آن باشه. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میداند شما نمیدانید. ببینن بگذارین همین قضیه را بدین یا میچو تو حلش میکنه فلسفاوی و نکنن. یسالونک، پرسان میکن تو را ای پیغمبر، عن الشهر الحرام قتال فی، از ماهای با عزت جنگ و قتال در آن. قل بگو قتال فیه کبیر، یقیناً که جنگ و کشتار در ماهای با عزت گناهی بزرگی است، ولی با در نظر داشتی که وصد عن سبیل الله، باز داشتن مردم از دین خدا، و کفر بهی و انکار با دین الله، و المسجد الحرام و حد که حرمت مسجد حرام، و اخراج و اهلی منه اکبر، بیرون راندن مردم و خانواده های بومی از او، از او جای مقدس اکبر و عند الله، بزرگتر است نزد خداوند متعال. بلکل جنگ خوب نیست، ولی قد ظلم که صورت میگیری چی میکنی. و الفتنه تو اکبر من القتل، محیط فاسد کفری و شرکی، این میگه بزرگتر است از چی؟ از قتل کردن. ولی از طرف دیگر، ولی یزالون یقاتلونکم، همیشه با شما خواهند جنگید، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، تا آنکه بازگردان شما را از دینتان اگر توانند، اگر بتوانن کافر با شما می جنگد. ای سبحان الله، ایره یقین داشته باشه. اگر به این امید باشه که با ما نمی جنگند، این غلط است. قوی شو تا نجنگم راید. دقیق شدین؟ قوی شو تا نجنگم راید. اگر به این فکر بوده باشه که ما صاحب خلی سلام میکنیم، خدا باز امرای ما نمی جنگد، یا بعد این کار نمی شود. ولا یزالون، همیشه با شما کافر می جنگد. ولا یزالون یقاتلونک، حتی یردوکم، تا ای که شما را باز دارد عن دینکم، از ارزشایتان، این استطاع، اگر بتوانند، یعنی نمیتونند. و من یرتدید منکم عن دینیه، یک تعدادی باز می گردن ولی میگه نشد، بیا دیگه مسلمان میگه مسیحی میشم بخاطر ازی که دیگه یک جای دیگه برو، صحیح شد و شدن دیگه زیاد میشون. الله میگه و من یرتدید منکم عن دینی، هر که مرتجع شود از شما از دینش، برگردد با پاشنه‌های پایش، فیموت و به می ارتجاع و به می ارتداد بمیرد، و هو کافرون، در حالی که کافر باشد قلبا، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، پس نابودش میکنیم، حبطت نابود شد اعمالهم، کردارهای ایشان، فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت، و اولئک اصحاب النار، اهل آتش نمی گرو، هم فیها خالدون، و همیشه هم در آتش خواهند بود. پس نتیجه همی شد که ما اگر ضعیف شدیم و دست از نیرومندی خود برداشتیم، باز هم کافر ما را نمی ماند. دقیق شدیم؟ نمی ماند. حالی پس قوی که خدا دیگه، خدا قوی که، چه بسا ملت هایی که قوی بودند، بزرگانشان کار کردن، بلند شدن، قوی شدن، صحیح شد؟ پس با ما تعلق دارد استاد، والله هیچ کس کسی گله نکنه. ما در درون خود شجاع باید باشیم، قوی باید باشیم، نیرومند باید باشیم، از این ریشخندی، این گپای خرد خردوز شویم. ما را مصروف کردنی، پشتون شد، تاجک شد، فلانه شد، دستانه شد، گپای بسیار کوچک است، بسیار ظالمانه است این گپا. کلان فکر بکنین که رب العالمین چی بکنه؟ ما شما را بزرگ بکنه. این در فکرتان همه تو باشه. ما باید قیادت بکنیم. این الذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردن، و الذین هاجروا، آنانی که بیرون شدن از خانه هایشان به خاطر هدف بلندشان، و جاهدوا فی سبیل الله، و در راه الله متعال مبارزه کردند،
اولایی که ارجون رحمت الله، همین گروه اینا امید دارن رحمت خداوند متعال را. این مردم رحمت خداوند متعال را امید دارن که او چی است؟ او بودن با پای خود. والله غفور رحیم، الله بخشاینده مهربان است. خب این شد یک مدل که ما اسلام بر ما قلار میخواهد که ذلیل نباشیم، رسوا نباشیم، خرد نباشیم، بلکه امت وسط و قائد و رهبر. وقتی که با چنین نظام رسیدیم، ووش کنید که از داخل مالی خوریا نخورید، از داخل خراب نشوید. از داخل چه خراب میشه؟ وقتی که جوانای ما و مردم ما اولین چیز قوت خود را خراب بکنه که کلیش است. بزرگ چیز در انسان چی است؟ مغزش است. مغز خراب بکنه، مغز که خراب شد همه چیز خراب است. از این خاطر سر ما منع میکند. یسالونک عن الخمر والمیسر، ای پیغمبر از تو پرسان میکند در رابطه به شراب و قمار. قل بگو فیهما اثم کبیر و منافع للناس، بگو که در ایش دو چیز، اسم کبیر گناه بزرگی است و منافع للناس و سلسله منافع دنیوی هم است. و اثمهما اکبر من نفعهما، ولی گناه و ضررش بیشتر است از نفع آن. خب بزرگترین خرابی چه وقت شروع میشه؟ انگامی که گفتم فکر خراب شد، کله خراب شد. شراب چی میکنه؟ کلیت خراب میکنه. و این بدبخت شای در عربستان در داخل هر خانه فابریکیش بود، یعنی هر خانه بر خود شراب جور میکرد. اما قضیات بود، شراب مثل اواری خورده میشد. اواری اسلام عزیز گفتم قانونش به چند پایه ایستاده است؟ به سه. اول قلت تکالیف، کم کم تکالیف میده، نمیخواد که زیاد زیاد سر تا نفذ بکنه، انگوش شماری میکنه تا کاملا ضرورت نبوده باشه قانون نمیدهد. دو تدرج میده، کم کم تغییرت میده، رفع حرج میکنه، حکمی که در نفاذش سختی بوده باشه آستای کده پس عقب میرود. دقیق شدن؟ ارگاه فقهای ما همین موضوع را سخت سرش کار کده، ولی در تطبیقش چون فقهایی نداریم متاسفانه، متاسفانه که با مشکل روبرو شدیم. پس در شراب مراحل می دهد. اول مرحلهش قبل از هجرت در سوره مبارکه نحل، همون کلی که پیچه خیلی بخیر است. اول مرحله در سوره مبارکه نحل آیه 67 است. و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. یک تعبیر می دهد از میوه ها، از میوه ها از جملهش خرما و من النخیل و الاعناب انگور، شما چی میگید؟ تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. یک تعدادتان میگه از او بهترین خوراکه ها جور میکنین، مقبول مقبول، ولی یک تعداد بدبختانه که چی جور میکنین؟ از او شراب جور میکنین. ببین یک اشاره داد، نعمت رب العالمین است، یک سلسله غلط هم استفاده میشود. دیگه قطعش غرض نگرد. جامعه می آیه مسلمان ها هجرت می کنن. هجرت که شروع کرد و فکر مسلمان بالا رفت، ولی در فکر ازی شدن که باید این جزیره العرب گرفته شود، نظام جور شود. هر عسکر مسلمان بمانند بزرگترین حکیم و بزرگترین یک انسان ایدیالیست فکری و یک پروفیسر باره مطرح بود، اما تو جور کرده بودش. اینا دیگه چیزای خورترک خورترک از زخم نقد میکنن. یسالونک عن الخمر والمیسر، ترق کده سوال کده یا رسول الله همیش شراب چی است؟ همین قمار چی است؟ یه حکمت هایش دیگه پیدا میکنن دیگه. سبحان الله، این مردم به اندازی اساسا جور شدن که جایی که غلط شی بود مورد انتقادش قرار میداد. این شراب و این قمار چطور است؟ یخ به شأن ما نمیزیبد، به شأن ما نمیزیبد. انسان ها که بزرگ شوند و عظیم شوند کار کوچک و شأنش نمیزیبند. یسالونک عن الخمر والمیسر، قل بگو فیهما اثم کبیر، بگو که در این گناه بزرگ است. و منافع للناس، سلسله منافع هم به مردم است. یک منافع چی است؟ که کمک آرام خواهد میبره،
خوشی کاذبانه برات میده، از طرف دیگر تجارتت روان است. بس همین منافع است. و اثمه ما اکبر من نفعه ما، ولی گناهش بیشتر تر است از فایدش کرد. این را گفت. روزها سپری شد. پس در نماز که استاده می شدن، بعضی کسایی که شراب خورده بودن غلط چیز می گفتن. سوره کافرون تلاوت کردن، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اعبد ما تعبدون، این تو گفتن عبادت میکنم آنجی که شما عبادت میکنم. خداوند متعال دیگه آیت را نازل کرد، گفت که یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. وقتی که در نماز ایستاده میشن شما شراب نخورین، تو باید بدانی که چی میگویی. پس این عبادتی که به اصلاح روح نداشته باشه از او دوری بگیری. این دیگه مرحله شد، سوم مرحله شد. چهارم مرحله را باز خداوند متعال در سوره مبارکه مائده بندش کرد در آیه 10-13. انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. پس آهسته آهسته تغییر آورد. این شکلش ما جامعه را که جور میکنیم، یک دفعه جور نمیشه وطن دار. جامعه هم تو که خرابم به مرور زمان میشه، جورم به مرور زمان میشه. بنان افرادگرایی نکنیم در هر پهلو. یک تعدادی هستن چی میگن؟ میگه در کل دنیا به اندازه یک بل زمین اسلامی نیست. دروغ گوی چی بد میکنی؟ دیشو خوبی سر ظلم است که تو میگی. در اسلام عزیز ما یک نفری که تهجد میخونه، نماز میخونه و بسیار افق فکری بالا داره، او هم مسلمان است. یک نفر تا دزدی میکنه، شراب میخوره، گناه میکنه، او هم مسلمان است. مامور از اسلام نمیتونیم بکشیم. پس کشورهایی داریم که فاسق هستن از نظر حکومتی، ولی خواه از اسلامش نکش. چرا اسلام عزیز ما را، یک کشور خوب زیبای ما را بزور با کافر مصفره بدون دلیل؟ دقیق شد این گفه؟ یک نفر است من حیث یک فرد گناه میکنم، مسلمان است یا نیست؟ مسلمان است. حکومت از افراد مسلمان تعیین شده. قله بلند حکومت چیست؟ خلافت اسلامی با مو شکل خلفای راشدی. بس وقتی که حکومت خودش میگه ما مسلمان هم، تو چی کاره است که بیرونش میکشی؟ تو ظالمانه عمل میکنی، ای کفری، ای فلانه، ای تستانه. صحیح نیست، یه قضیه علمی است، بسیار دقیق شوین سرش، افراط نکنین در جای بی جای بی جای. و یسالونک ماذا ینفقون، باز پرسان میکنه ای پیغمبر چی چیز را انفاق کنند، چی چیز را انفاق بکنند تا این ارزش های فاسد هم گم شود. اوجا بالا انفاق بود، چطور جورش بکنی؟ صحیح شد، از نظر فکری بود. آلی چی چیز را انفاق بکنند؟ بگو در جامعه که تو زندگی میکنی عزیزم، گوشه نشینی نکن. همینه تسبیح 500 نره پرت و در کنج مسجد این سبحان الله سبحان الله سبحان الله گفته بر دیگه، خدا کنه هرچی میشود این نکن. قل العف، بگو سینه تا خلاص بکن، بگو قل العف گذشت. بس این اساس است. قل العف منصوب است به نزد خافت. قل من العف، از گذشتت انفاق بکن. قل العف آنچه که از مازاد ضرورتت است. میگه چی چیز را انفاق بکنین تا به هدف برسیم؟ قل العف، هر آنچه که زیاد است از تو، هر چی که از تو زیاد است امو را انفاق بکن. معنا چی شد؟ جامعه ما چه وقت جور می شود؟ من 3 جوره کالا دارم، یک جوره ما زیاد است، او را به یک نفر می دهم. قل العف مازاد. 6 جوره بوت در خانه‌ام گذاشتم قطار، از پوشیدنش بیخی آدم گم میکنه. کدام میشه میپوشی؟ از این کم کن دیگه بده. یعنی میخوای یک جامعه ممثل را داشته باشی و از خودت هیچ چیز را کم نمیکنی و میخوای یک جامعه نمونه داشته باشی، امکان نداره. فیسالونک ماذا ینفقون قل العفو. پس منصوب بدانش که قل ینفقون العفو، بگو خرچ میکنه آنچه که مازاد است. به مرفوع هم خوانده شود
به این عنوان که ما استفهامیه شود مبتدا و ذا خبر شود و ينفقون صله شود و العفو خبر برای مبتدای محذوف قل هو العفو آنچه که شما خرج میکنید امو مازادش است هر چی که است كذلك يبين الله لكم الآيات امين طور خداوند متعال بیان میکنه برای شما دلائل روشن را لعلكم تتفكرون تا چی بکنین بیاندیشین لعلكم تتفكرون روز اول ما بر شما عرض کرده بودیم که قرآن کریم ما شما را از خیال و چرت منع میکند نه در دین ما خیال پلو نیست در دین ما چرت زدن نیست هر کس که خیال پلو میزنه و چرت میزنه گناهکار است کودن است دین به ما چی حکم میکنه میگه فکر بکن فکر چی رقم ترجمه کرده بودیم ترتیب و امور معلومه لحظاتت را به واسطه معلومات مجهول را معلوم بکنی این را میگه بنا خیال پلو نیست که تو چرت بزنی خب چیه شد اینه یک دونه تخم داشتم بعد از او بازی را زیرش چی بگذارم صحیح شده و چوچه میکشه باز بکن کسی آمد زدش دیگه ترپ کل چیز افتید همه چیز ختم شد دقیقه ایره نگه ایره کار نکنین خوب صحیح بدانین بعد از او مجهولات را وقت برش بتین که معلوم بکنین پس جای تحقیق، ریسرچ، تعلیم، پلان همش باید بوده باشه و وسایل باید استخدام شد فی الدنیا والآخره فی الدنیا والآخره جار مجرور متعلق به تتفکرون است كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون بس ما هي چیزا را کلتان بیان کردیم برای شما تا در امور دین و دنیایتان بیاندیشید در امور دین و دنیایتان بیاندیشید سبحان الله دقیق شدن چه عزیز عجیب تعبیر است اما تو خواب بکنی هیچ تغییر نمیاد بیاندیش یا تعلیق میگره به یبینو صحیح شده ما یبین الله لکم الآیات فی الدنیا والآخره لعلکم تتفکرون ما کل دلایل را واضح واضح بیان کردیم در دنیا و آخره تا شما بیاندیشید و یسالونک عن الیتاما ای دین به مبارزه گفتم پیش میرنی در این دینی که ما شما قرار داریم بخش شهادت بسیار زیاد است زیر مبارزه است کشمکش است پس اون مردمایی که یتیم میماند او را باید چی بکنی؟ سرپرستیش بکنی و یسالونک عن الیتاما میپرسند تو را ای پیغمبر از یتیما قل بگو اصلاح لهم خیر اصلاح کار آنها بهتر است بهترین عمل چیست؟ برای حفظ استمرار ارزش های جامعه بخش تربیت و در تربیت خصوصا اون کسی که در تحت تربیت و کفالت نیست پس از تو پرسان میگن در یتیما بگو اصلاح لهم خیر و این تو خالطوهم فاخوانکم فی الدین بعدا شما انشاءالله میخوانین که خداوند متعال میفرمه کسی که مال یتیم را بخورد فانما یاکلون فی بطونهم النار الا النار جز آتش دوزخ شای دیگر را در شکمش نمیبره اگر یک دانه خرمای یتیم را کسی بخورد همه که گناه دارد این صحابه ترسیدن خیلی چی رقم بکنی؟ کاسایشان که جدا بکنن جدا برش پخته بکنن خب مصرفش دیگه هم بالا میره زیرا شما اگر نان برای دو نفر تعیین بکنین میتونه 3-4 استفاده کنن و اگر دو نفر جدا جدا برای خود پخته بکنن بسیار مصرف زیاد میره از این خاطر الله متعال میگه و این تو خالطوهم اگر زندگی خود را با زندگی آنها یک جا بکنید دیگه خود را با دیگه از آنها یک جا بکنید فی اخوانکم برادران دینی شماستن هیچ مشکلی در این نیست ولیکن والله یعلم المفسد من المصلح الله انسان تباکار را با انسان صالح مشناسد کی به خاطر چی یک جای کرد این الله میداند ولو شاء الله لاعنتکم وگر الله میخواست شما را به زحمت منداخت و برای سرپرستی ایتام برتان دستور میداد که هر چیز جدا جدا کن ولی خدا رحم کرد گفت که فرزندت است برادرزادیت است نگاهش کن ان الله عزیز و حکیم بیشک الله غالب و با حکمت است پس ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا پس یتیم نانش که میخوره مثل که آتش را خورده باشه بعد آهسته آهسته دین تیت می شود قدم به قدم دیگرا می آید صحابی
جلیل قدری داشتیم که ابن ابی مرصد نام داشت و آدم بسیار تیز و چی بود. پیامبر علیه السلام میره بار بار رایی میکرد در مکه مکرمه تا مسلمانایی که در مکه بودن اونها را اساسا باید به طرف مدینه بیارن. یک راهرو خیلی خوب و راه بلد خوبی بود. یک روزی که تطیر می شود یک زن عناقه عناق نام داشت، زن مقبول و چی بود. ای در جاهلیت امرایش روابط داشت. ای را که دید برش گفت که تو کجا هستی؟ او را به خانش دعوت کرد. باز گفت که اسلام در بین ما و تو چی را انداخته؟ فاصله را انداخته. بنان گفت که خیاروسی هم را این بکن. باز گفت که اگاروسی ما بکنه خب من خود نه چون نکای تو با ما میشه نمیشه خود تعهد سپرد که گفت اگاروسی نمی کنیم امرای ما نزدیک با ما نمیشه ما چیخ میزانم که مردم بلد شد که تو در شهر مکه آمدی تا مردم لطت بکنم و گیرت بکنم. باز به می تعهد شد که درست است ما در مکه مدینه ما نواره میکنم اگر پیامبر علیه السلام اجازه داد میشد که امرای تو چی بکنم عروسی بکنم. این مرد وقتی که آمد و پیامبر علیه السلام این قصه را کرد، آیت نازل شد که نمیتونی زن مشرک را داشته باشی. عین شکلش صحابی دیگری داریم که او مبارک هم حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه یک کنیزی داشت، کلامکار کرد خب یک چپات زدش و این زنکه رفت پیش رسول علیه السلام و می شکایت کرد که مرا خود زد. پیغمبر علیه السلام که پرسان کرد گفت زن چی رقم یافتی؟ حضرت عبدالله ابن رواحه گفت یا رسول الله نماز شب میخونه، نماز میخونه، تهجد میخونه، روزه میگیره، لا اله الا الله، همین صفات خوبش برش گفت. گفت هی المؤمنه، خب بسیار یک زن مؤمن است، جایگاه دارد. ایره که پیغمبر خدا گفت، حضرت عبدالله ابن رواحه گفت یا رسول الله والله که آزادش میکنم امرش نگاه میکنم. با این زن سیاپوست و غریب بیچاره که نگاه کرد دیگه مورد انتقاد این و آن قرار گرفت. ای این رسای کوی تو کرد. الله متعالی آیت را نازل میکنه ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن، و نکاح نگیرید زنان مشرک را تا مسلمان نشوند. ولا امت مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتکم، کنیز مسلمان بهتر است از زن حره مقبول مشرکه ولو اعجبتکم، اگرچه مال و حسن و جمالش تو را در تعجب بندازد. زن مشرکه که زیبایی و مقبولیش تو را به تعجب بندازد، از او کده کنیزی که سیاپوست بوده باشه او بهتر تر است. ولامت مؤمنتون، کنیز مسلمان خیر بهتر است من مشرکت حرت، از زن مشرکه اصیل. ولو اعجبت کم، اگرچه مال و حسن شما را به تعجب بندازد. ولا تنکحوا المشرکین، به نکاح ندهید زنان مسلمان را، المشرکین به مردای مشرک، حتی یؤمنوا تا مردان مشرک مسلمان نشوند. ولا عبد مؤمن، غلامی مؤمن مسلمان خیر بهتر است من مشرک، از مرد مشرک آزاد. ولو اعجبکم، اگرچه قوت و دارایی از این مشرک شما را به تعجب بندازد. اولئک ای زنان مشرک و مردان مشرک، یدعون الی النار، فرا میخوانند اولادشان را به آتش. بس نسل چی میشد؟ بیدین. والله يدعو الى الجنه، والله فرامي خنا بسوی جنت والمغفره ببخشش باذنه بدستورش بحكمش. ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون، وبواق واق وزه وزه بيان ميكند نشانه ها را برای مردم تا متذکر شون و بیاندیشن. پس نتیجه چی شد؟ اولاد تربیت کی را میگیرد؟ والدین خود را میگیرد. پس اگر مادر مشرک بوده باشه فرزند رو چی رقم خواهد دیدی؟ فرزندم برای ازو می رود. پدر مشرک باشه فرزند چی رقم میره؟ برای ازو می رود. پس از خانواده هایتان چی بکنن؟ نگهداری بکنن. یک روز رسول ما صلی الله علیه و سلم یک نشست یک تعبیری را بر ما عجیب می کنند. حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها در خانهش مشکلات دید. یک چیز را ما میگه میچنه ما چه مقالی چی نامی اصلی چی هستی تو؟ گندم مندازی دورش میتی آرد
قرار نی اینه را که من مبارکت دار دادم یا دستگفایش اوله کردم. بعد خبر شد که پیش رسول علیه السلام به اسلامی غلام ها و مزدور ها هستن، یا شاید برش کسی گفته باشه که برو از پدرت یک کسی را بخواه که این کار را برد بکنن. حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها آمد، پیغمبر علیه السلام نتانستم اون حیایی که دار، سبحان الله، و از این مشکل خدا و حضرت عایشه رضی الله عنها گفته بود. پیغمبر علیه السلام که آمد باز همین قضیه را حضرت ام المؤمنین با پیغمبر علیه السلام مطرح کرد که فاطمه آمده بود و این تو یک چیز را تقاضا کرد. پیغمبر علیه السلام ممنون تو رفت خانهش، تو یک دیوال داشته بینش، رفت حضرت علی کرم الله وجهه و فاطمه ممنون تو افتیدن. حضرت علی کرم الله میگن پای پیغمبر علیه السلام که به سینه ممنون تو گذاشت، سردی پای پیغمبر علیه السلام مرا گفت بیدار کرد و بلند شد. بعد گفت که فاطمه از این غلام که در چیزی خوبتر برات نتون، زیرا او رفته بود که غلامه که میچنه و گرهت دور بده. شاید در ذهنش آمده باشه که ولی برمه چی میدهد؟ گندم میته تیار سگی؟ بگو سبحان الله 33 مرتبه، الحمدلله 33 مرتبه، الله اکبر 33 مرتبه، 34مش بگو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ایرا که بگوی از چی کده برد بهتر است؟ از غلام کده. ای پیغمبر رسان به دختر شیر نداد. معنای چی میدهد؟ یعنی فکر یک پدر امی باشه که جنت دخترش مسئون شود، آخرتش مسئون شود. پس برادرای مرگا که به دخترتان کسی میای طلبگار، به زرق و برق و مادیش فریب نخوری. فازفر به ذات دین، ترجیح بتی خانواده دیندار را. فازفر به ذات دین دو مصدر داره. فازفر به ذات دین از ظفر اگر بگیریم کامیابی حاصل بکو به خانواده دیندار، یعنی در این مبارزه و کشمکش خود قرار بده تا خانواده دیندار را پیدا کنی. فازفر اگر از ظفر بگیریم، ظفر فازفر به ذات دین، اتی به ناخون انتخاب بکو خانواده دیندار را. یک شایی که به ناخون گرفته میشه بسیار، یعنی در چقری هست دست، کلی دست نمیتونه او را بگیره، پس به ناخون بگی. اگر ما اینم قرآن کریم میگه که پس برای اولادایتان از انسانهای غلط و بیدین و فاسق و فاجر دور شوید. این بس ما نمیزی بید. خانواده جور شد. الله متعال بر ما میگه که ویسالونک عن المحیط. این سوره مبارکه بقره گفتم اولین سوره است که در مدینه منوره نازل شده. نی پیغمبر رسیم که رفت خشت حکومت گذاشت، آل دیگه سوال ها هر روز یاد سوال هست. ویسالونک ویسالونک، در چی مردم پرسان میکنند؟ ویسالونک عن المحیض، پرسان میکنه ای پیغمبر از تو به نزدیک شدن به همسران در ایام مریضی، از تو پرسان میکند نزدیک شدن در ایام مریضی. قل بگو هو اذن، بگو زیانبار است، زیانبار است و ناپاکی است، پس در ایام قاعدگی نباید نزدیک شوین. فاعتزلوا النساء في المحيض، پس کنارگیری نماید از زنان در ایام قاعدگی و مریضی. ولا تقربوهن، نزدیک نشوید به ایشان، حتی یطهرن، تا که پاک شوند. حتی یطهرن، حتی یطهرن به تشدید و به تخفیف. به تخفیفش اگر بگن تا پاک شوند، یعنی امو هفت روز و پنج روز و در روز هر قدر که یه چیش هست، اما ایام خلاص شود. اگر غسل کرده باشه نکرده باشه اجازه برای نزدیک شدن برده است. اگر با تجدید میخوانیم تا ای که خوب پاک شوند که اینو غسل بکنن، بعد از او باز برش نزدیک شد. فیدا تا طهرن، انگامی که خوب پاک شدن، فتوهن من حیث امرکم الله، شما مقاربت بکنی از راهی که دستور به شما داده شده است، امر به شما کرده شده است. من حیث امرکم الله، ببین که من برای غایه است که معنای ابتدا را می دهد، و حیثو به معنای جهت، یعنی آغاز کنین از آن جهت و طرفی که الله برتان امر کرده است. دو، من به معنای فی بگیرین و حیثو برای مکان، و مراد از آن امر حکم شود،
یعنی آمدن کنید به مکانی که امر کرده شما را رب العالمین. پس ارگاه بگیریم که فأتوهن، پس اتیان بکنید به همسرانتان، من حیث امرکم الله، از راهی که الله برتان امر کرده است. رسول ما صلی الله علیه و سلم نفرین فرستاده به کسایی که مقاربت میکنه امرای همسرانشان از پشت سر. ان الله يحب التوابین، یقین الله توبه کنندگان را دوست دارد، و يحب المتطهرین، و مردمایی که پاک هستند و پاک زندگی میکنند الله اونها را هم دوست دارد. مردمی که از نظر توبه به غلطی که میکنند به الله باز میکردند، و الله دوست دارند پاک کنندگان را. کسایی که پاک زندگی میکنه بیالای زندگی الله دوستش دارد. نساؤکم حرث لکم، همسران شما حرث لکم، محل کشت شماست. فأتوا حرثکم، پس اتیان بکنین به کشتزارتان، انا شئتم، به هر روشی که برای شما با لذت بوده باشد. ولی هدفمند، و قدمو لانفسکم، قبلا انتظام بگیرید برای نظام خانوادگیتان، قبلا انتظام بگیرید. سبحان دیسا زیاد دقت بکار است. همسران شما محل کشت شماست، پس محل کشت شماست، دیگرها اجازه نیست. پس این قضایی که امروز کشیده شده که نطفه کس دیگری را بر رحم کس دیگری میگذاره و القاعات مصنوعی میکند به شکل بسیار ناروایش، از او دیری بگیریم. در تنها محل کشت برای شماست. فأتوا حرثکم ان ناشئتم، هر رقم به هر روشی که خواهد به او شکل آمادن بکنه برای همسرایتان. و قدمو لانفسکم، و قبلا انتظام بگیرید. در این و قدمو لانفسکم یک نکته ای است. ببینید عزیزا، یکی تحدید نسل است، یکی تنظیم نسل است. ما با تحدید نسل مخالف هستیم، صحیح شد؟ و ای اجازه نمیتیم که چی بکنیم، نسل خود را محدود بکنیم. پس خداوند متعال بر ما شما توفیق کنه که اولاد بیشتر داشته باشه. رسول ما صلی الله علیه و سلم میگه، پیامبر خدا فرمود، اینی اباهی بکم، ما با زیاد بودن شما و با کثرت شما میبالم. پس افتخار امیسته که انسان اولاد زیاد داشته باشه، مسلمان زیاد داشته باشد، و نباید زمینه را مساعد بکنه برای قطع نسل. دو انتفال داشته باشه، یک انتفال داشته باشه، اروپا یا واری نه، چقدر که انسان زیاد داشته باشه بهتر تر است. ولی تنظیم باید بکنیم، یعنی صحت مادرش هم در نظر بگیریم، تربیت خود را هم در نظر بگیریم، توانایی خود را در نظر بگیریم. یعنی چی میکنی همین صد دانه اولاد داشته باشی، بی تربیه بی تربیه و بی تحصیل بی تعلیم، لدر طرف و طرف برات و غم اصلا نه، در کوچه غم زیاد میکنی. اولاد داشته باشین، تنظیم بکن. وقدمو لانفسکم، قبلا انتظام بگیرید برای تربیت اولادتان. چی گونه تربیتش میکنی؟ و چی شکل تربیتش میکنی؟ همه قضایا را باید پیش تو بوده باشه، ولی تحدید نکن. زیاد بود شما خیرت است. ولی ما اقتدار را میبینیم بیچاره که این تو خط وارستن. یک هر سال یک دنر میره، مادرم مریض، خانم گرد ورد. این به درد نمیخوره، کما که تنظیم باید شود. و خدا دیگه داده، خب خدا خواهد داده، تو هم کمک عقلت به کار برد، صحیح کن، صحیح شد نید، متوجه شوید. واتقوا الله، از الله بترسید، و علمو خوب بده انکم ملاقوه، شما با او روبرو می شوید. و بشیر المؤمنین، و مجده بتین برای مؤمنان، برای مؤمنان مجده بتی که آینده از شماست، ولی بشرتی که این قضایه را بپذیرین. و بشیر المؤمنین، و مسلمان مجده بتی که آینده از کیست؟ از تو. چون علی در معامله داخل، ولا تجعل الله عرضه لايمانكم، قرار ندهید نام الله را دستمال برای سوگندهای خیش. ان تبروا، از آن که نیکوکاری کنید، و تتقوا، و پرهیزگاری نمایید، تصلحوا بین الناس، و اصلاح کنید در میان مردم، والله سمیع علیم، الله نیک شنوا و داناست. ببین عرضه به معنای یک شی را در معرض قرار دادن، به نمایش قرار دادن، یک شی را به نمایش قرار میده تا مردم او را بخورد. نام خدا را وسیله برای ازی قرار نده که مردم مال تو را بخورد. والله بالله این قسم از که هیچ چینایی است، والله بالله این قیف لانه، این نام خدا را قصباک نکنید، مال تسر نام خدا بفروشی. ولا تجعل الله عرضتا، نام الله را دسمال جور نکنید،
که با واسطه از او تجارت های خود پیش می برن. ان تبرو از آن که نیکوکاری کنید. پس این رقم چی بکنیم؟ ای برادرم بیا که خانه فلان نمیریم، ولی اصلا ما قسم خوردیم که خانه از او نمیریم. دقیق شدی؟ بعد کردی قسم خوردی؟ نخو قسم دیگه، ولی بیا اینی کارا بکنیم خیر است. نیست ما قسم خوردیم. ان تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس. بنان امی خاطر است که ابن جریر طبری رحمت الله علیه میگه که در قضیه افک حضرت ابوبکر صدیق قسم خورد که به مستح دیگه چی نمیکنه، خرج نمیده. حضرت مستح حضرت ابوبکر صدیق مصارفش هم میداد. باز در قضیه افک یکی هم امی بود که امی جنجال پیدا کرد. او خود توبه کرد، گفت که غلط کردم دیگه، الله مرا ببخشند. و حضرت ابوبکر صدیق گفت که اما اقل کار خمسته که دیگه کمکت نمیکنه. الله میگه ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، تو جای تو حساب بلند از این کارا نکن که تو خوبیش امرایش بکن. امام کلبی میگه که در رابطه به حضرت عبدالله ابن رواحه در او نازل شده که در بین از او و داماد و دختر جنجال پیدا شد، باز صلح نکردن و بعد حضرت عبدالله ابن رواحه گفت که دیگه ولی امرایت خوبی بکن. خداوند متعال میگه که این خوبی را با هیچ کس قطع نکنید، از یکان معاملت خراب میشود، یکان جنجالا در مابینتان پیدا میشود. این به این نمیسازه که دیگه شما روابطتان تخریب بکن. همیشه روابط باید مستحکم باشد. و تتقو و پرهیزگاری نکنید و تصلحو بین الناس و در مابین مردم چی نکنید؟ صلح نکنید. نه، در بین مردم صلح بکنید. درسته که در بین تو و در بین دختر داماد جنجال پیدا شد، ولی اجازه بده که این مشکل را حل بکنید. و خداوند متعال نیک و شنواست. لا یؤاخذکم الله، مؤاخذه نمی کنه الله شما را، باللغو فی ایمانکم، به سوگندهایی که بدون توجه یاد می کنید. ولکن یؤاخذکم، ولی الله مؤاخذه می کنه شما را، بما کسبت قلوبکم، با آنچه که کسب کرد دلهای شما، والله غفور حلیم، بیشک الله بخشاینده مهربان است. سه نوع قسم داریم، یکی را قسم لغو میگیم، یکی را قسم منعقد میگیم، یکی را قسم غموس میگیم. و قسم در کل که باز تقسیمش بکنی قسم دو نوع، قسم جائز و قسم حرام. قسمی که جائز است به اسما و صفات الهی است، والله بالله امشک اسما و صفات الهی. قسمی که ناروا است، حرام است که به غیر اسما و صفات الهی باشه. به رسول الله قسم است، به سخی شای اولیا قسم است، به مادرم قسم است، به ناموسم قسم است، به جانم قسم است، به اولادکایم قسم است. این کلش حرام است. برای مسلمان نمیزه بود که به غیر الله قسم بگیرد. چرا قسم نمیگیرد؟ پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید من حلف بغیر الله فقد اشرک او کفر. هر کس که به غیر خداوند متعال به مخلوق سوگند میگیرد یا کافر شده یا مشرک است. صحیح شد؟ بنان ما به غیر الله چی نمیکنیم؟ سوگند نمیگیریم. دیگه جا پیغمبر میگه من کان حالفا فلیحلف بالله. اگر کسی سوگند خوب ببینی سوگند نگیرین کار خوبی نیست. سوگند اصلا نگیری، زبانتان عادت نکنین به این کار. من کان حالفا فلیحلف بالله. باز اگر سوگند میگیریم، باز به کی سوگند بگیریم؟ به الله متعال، با والله بالله تعالی. ارگاه به الله سوگند میگیریم، این سوگند ما چند نوا شد؟ سه نوا شد. یا سوگند لغو است. سوگند لغو به نزد احناف یک نوا تعبیر میشود، به نزد جمهور علما دیگر رقم تعبیر میشود. علمای احناف میگه که سوگند لغو عبارت از سوگند است، عبارت از قسمی است که ابزار شناخت حالف به اصطلاح وادار کنندش باشد. چی رقم؟ ابزار شناخت ما چشم ماست، گوش ماست، دست ماست. پس یک نفر را من پیدا میخواستم که ببینمش، گفتم که مؤذن صاحب در کجاست؟ پیدا کجاست مؤذن صاحب؟ تو گفتی که همینجا هست. من گفتم نه، اینجا خونیست. پس تو میگنی والله بالله من به چشم خودم دیدمش که همینجا هست. آلی تو گفتی که والله بالله امی را به چشم خودم دیدم که همینجا هست،
ای گفتم به خاطر ازی بود که به امی لباس ازی، به قواری ازی، کسی که تو تیر شد تو فکر کردی کمی هست، یعنی در این گفتار صادق است، ولی چشمت غلط کرد، به امو لباس و قواره کنم کسی دیگه تیر شده بود. و یا ای که گفتی که والله بالله به گوش خودم آوازش شنیدم، آواز از کسی دیگری بود، تو فکر کردی که آواز ازی هست. پس آن برای چیست ثابت شد که نه هیچ نیست اینجا؟ بنان این قسم لغو است، زیرا قصدی چی نداشتی؟ دروغ نداشتی، چشم تو گوش تو برای تو غلط به اصلاح خبر داد. به نزد جمهور علما احناف میگه این قسم لغو است که تو یک شای را بگویی ولی در ارادت غلط شد. جمهور علما میگه که قسم لغو عبارت از قسم است که بدون قصد به زبان تمت جوری است. نه ولگا که امرا نری که بای کایم ولگا بونمت والله که بونمت علی هم تو از گپ گذودا همینش جلدک چی است، خر تیز است و هفته هم بلند است، اگه بو پای خوب است صحیح شد. میخواست که از یک احسان سر تو والله که بونمت والله که کار نکنم، این به زبان جاری می شود بدون قصد، بدون یک عقد. این سوگند ها لغو است و هیچ مؤاخذه ای داری نیست. احناف میگه دی مؤاخذه است. چرا میگه؟ تو میگوی نام خدا را قزود زود که گفته میری. قسم لغو به نزد جمهور عبارت از سوگندی است که بدون قصد به زبان جاری شود. به نزد احناف عبارت از سوگندی است که ابزار شناختت غلط بکند. قسم منعقد عبارت از سوگندی است که او را با قصد و با نیت نام الله را جهت تأکید شی او را بگوی. دقیق شده انشاءالله. پس تو میگم که والله بالله ما امروز فلانا جای نمیرم، واس وقتی که چنین کاری کردیم باید ارزش بدیم قسم به الله را، به نام الله را، و از رفتن به اوجه باید اجتناب بکنیم. پس الله متعال میگه که شما را نمیگیرد الله، مؤاخذه نمی کند شما را الله متعال بلغو بسوگندهایی که فی ایمانکم بدون توجه و تعبیری که جمهور علما از زبان شما خارج شود، و یا هم ابزارتان غلط بکنه این دلحنا. ولیکن یو اخیذکم، ولی میگیرد شما را بما کسبت قلوبکم، با آنچه که عقد بسته و کسب کرد دلهای شما. او را چی گفتیم؟ قسم منعقد که قصدن به زبان خود جاری بکنیم، بکردنشه یا بنکردنشه. والله غفور رحیم، الله بخشاینده است و بسیار بردبار است. یعنی که تو نام خدا را اما تو بی ادبانه هر جا استعمال میکنی باید قهر سرت نازل شد، ولی الله حلم دارد عذابت نمیده. چهارم نوع، سوم نوع قسم، او قسم غموس است که یک نفر نام خدا را دستاویز جور میکند. این از غمز گرفته شده، مثل که یک شهر دمابنی از پیاله پرتی پایین میشنی، فاعل ازی هم قائل ازی هم اما تو دمابنی آتش پیدا انداخته میشود. ارگاه قسم منعقد کردی و تو نتانستی پا بر جا بشینی، به اون قسمت وفا کنی، سه روز چی میگی؟ روزه میگیری، رب العالمین برت میبخشه. یا ده نفر لباس میدی یا ده نفر نان میدی، این جزایت. ولی ارگاه نام خدا را همه تو برای تحریز مردم، برای فریب مردم به کار میبری که غالبا دکاندارای ما این کار میکند، این به اندازه گناه داره که این به روزه گرفتن خلاص نمیشود. این فقط و فقط رایش توبه است، باید توبه بکنه از الله مغفرت. یعنی از بسی که گران است که کل دنیا رو بتی تو از این گناه خلاص نمیشی، بلکه چی است؟ امی قبول که یا الله بد کردم، اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیشه. صحیح شد؟ یکی از انواع قسم چیست؟ للذین یؤلون من نسائهم، آنانی که ایلا میکنن با همسرانشان. ایلا نوعی از قسم در دوران جاهلیت بود. وی تو بود که یک نفر قسم میگرفت که والله بالله این قسم است که من دیگه به تو نزدیک نمیشم، من خانم در نکاحش بود ولی مقاربت هم رایش نمیکرد،
یه عجیب حالت بود. یک بار میگه که 2 سال یا 2.5 سال، اما تو یک تاریخ غیر معین برش داشت و زن بیچاره فقط به آتش به اسلام نزدیک میکرد، خلاصش میکرد، یک اذیت برش میداد، فشار برش میداد، این ادامه متو میکرد. اسلام عزیز آمد این را محدود کرد. اگر کسی سوگند میگیرد از این که به همسرش نزدیک نمیشد، این را از 2 سال و 1 سال آورد به 4 ماه. اگر از 4 ماه او طرف میشود، بعد از او باز حکومت مداخله میکند، یا برو امرای خانمت زندگی بکو و یا خانمت طلاق بده. انشالله تایی شد. نمیشود که از 4 ماه با او طرف دیگه این زندگی ادامه پیدا بکن. آنانی که اعلام میکنند با همسرانشان به ای که نزدیک بر تو نمیشون، تربص 4 اشهر، انتظار برایشان 4 ماه است. 4 ماه انتظار است. فانفا او، اگر در این خلال 4 ماه اینا 4 ماه شد با همسر زندگی کرد، خلاص. اگر 4 ماه دیگه او طرف درازش میکند، حکومت مداخله میکند و خانم سرش طلاق میکند و طلاق باید داده شد. اگر در خلال 4 ماه یا درون 4 ماه نزدیکی کرد، کفاره قسم شود. اما 10 روز 10 نفر را چی؟ لباس و یا هم نان و یا هم 3 روز روزه. فانفا او، پس اگر وفا کردن، فان الله غفور رحیم، پس خداوند متعال بخشاینده و مهربان است. و این عظم الطلاق، و اگر قصد طلاق کردن، فان الله سمیع و علیم، یقین الله نیک شنوا و دانا است. پس موضوع را یک طرف کنید. و المطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، زنان مدخول بها انتظار بکشند با خودشان 3 قروء. سی حیز انتظار بکشند. ما روز اول عرض کرده بودیم که مقصد دین ما یکی چی است؟ حفظ نسل و آبرو و عزت. این از مقاصد است، از اهداف دین است. باید هیچ کس محروم از این نشه که پدرش گم باشد، مادرش گم باشد. باید هر کس فامیل خود بشناسد، چون قضیه اساسی است. هرگاه کسی با کسی ازدواج کرده باشد و طلاق صورت گرفت، یا به اساس ایلا، یا به اساس خلع، یا به می رقم، پس زن حق نداره که فورا با کس دیگری عروسی بکنه. یا تربصن بانفسهن 3 قروء، پس 3 حیض یا 3 طهر به نزد جمهور علما ای باید انتظار بکشد. ولا يحل لهن، در مدت از 3 ماه یا 3 حیض یا 3 طهر حلال نیست برای زنان ان یکتمن، که بپوشاند ما خلق الله فی ارحامهن، آنچه که الله بر رحمهایشان آفریده است از اولاد. او را که برش الله پیدا که او را باید پت نکنند. یعنی تو نکنه یک زن که خدا نخواسته در بطنش طفل است، باز برو او را سقط بکند. میگه این چیز هم نیست. ای تو خدا نخواسته نکنه که با یک کس دیگر بگه که بیا که تو عروسی میکن، میگه می چیز نیست، بازی از تو باشد. به شک نکنه. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر اینا ایمان داشته باشن به وحدانیت الله و به روز آخرت. در کل قضایا که اختلاف پیدا می شود، و اگر در طفل در شکم مادرش پیدا شد، و بعولتهن احق بردهن فی ذلک نراد اصلاحا، و شوهرانشان احق و سزاوارتر هستن براد دهن نفی ذالک، برد کردن در این ایام به نکاح مجدد به شوهرش، این ارادو اگر یعنیشان اراده داشته باشن اصلاحا زندگی آبرومندانه ای را بخواد. پس جنجال پیدا شد، نکاح طلاق صورت گرفت، پس آن ثابت شد که زن چی داره؟ حامله است. در این صورت اگر مشکل خود را ایزن و شوهر حل بکنه و پس تجدید نکاح بکنه، ای بهتر است. ای بهتر است. نباید این فاصله ایجاد شود. در این کل حالات، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوقی شایسته است. برای زنان همانند وظایفی که دارن، حقوق شایسته را هم شریعت برش تعیین کرد. ایتو نشده که وظایفی که زیاد داشته باشد ولی مزد کم بگیرد، مثل که در نظام دموکراسی داریم. در نظام دموکراسی چی میکنن؟ زن زیاد کار میکند ولی مزدش کم است. دقیق شده؟ اسلام چی میگوید؟ میگه نه، به همون اندازه که کار میکنی مزد ده بگیر. پس چی؟
اسلام برای شوهرها میگه که نام خانمت بده، لباسش بده، جایش بده. زن چی باید بکنه؟ اولادش را تربیت بکنه، خانه را باید سامان بده. بار بکنین اتو فکر بکنین که یک دانه آشپز از شما میگیری، چند رفع برد میکنه آشپزی؟ به 10,000 خواهل اگه بیاید یا میاید به 10,000؟ نمیاید 10,000، واقعیت همیست. ای زن بیچاره، لباس برتان میشینی، نان برتان تنظیم میکنه، خانه رو برتان تنظیم میکنه، اولاد برتان تنظیم میکنه، در مقابل باز دیگه کارم سرش بکن، میگه ماموریت هم بود، صبح 7 بجه بیار، 4 بجه بیار. سبحان الله، باز در خانم بیایی دیگه کارارم بکنم. ولی ما حق زن ندادیم؟ اگه داده باشیم، حقوق بشر کجاست؟ چه فسته ایش نه؟ کار اصلا زیاد میکنیم، خیالش میگه حقوق زن نیست که لنده غرد این بازار بگرده، صحیح شده؟ اینی حقوق بشر هست، تنبان رو اصول بکنه، چادر رو اصول بکنه. نه، اصلا قضیه کار است. تو بیا کار رو برش تنظیم بکن. حکومت بسیار چیخ میزنی، زنها رو بگو شما تا 12 بجه کار بکنی، اگه برین خانه دان و ماش پودر رو بده، این کار سرش نمیده. تا مانن دیگه، مردا باید تا 7 بجه و 6 بجه همینطورا باید کار کنن. بسیار ظلم است، نه؟ پس اسلام بر ما چی میگه؟ حقوق زن کی خوب داده؟ ما خوب دادیم یا غربی ها؟ ما میگه ما خوب دادیم، ما خود سرش میگن در مادر بستی، در خانه زندگی بکن، ما مکلفیت دارم که هم چیز برد بتون. و یقینا که کار خانه بسیار زیاد است، بسیار زیاد است، یه تو کم کار نیست. یعنی چطور تو برش یک فامیل میرسن؟ والله بسیار سخته. یکان روزا خود دیدین کسی که در خانه نباشه باز نی؟ خودتان کار بکنین، ای قبش قاب چطل جای مفتر، ایش خندی، گرد وردی، آدم ایران بانه که هیچی آر است. پس همی هستن که تنظیم میکنه، والله همجا مفتی کده میشینه، آرام میکده و شکر یه زنها را ادا نمیکنه، و باور که بسیار ظلم است. یزی خواهد، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست. حقوق شایسته ای است. حقوق شایسته چی روی؟ تشکر خواهد یقل بکن دیگه، اوجا بوری دو بزن، دشنام بزن، سی شد. از برای خدا بسیار زشت است. ولی الرجال علیهن درجه، مردارا بر زنان چی است؟ درجتون یک درجه تکلیفی است، نه درجه به اصلاح مرتبه‌ای، یک درجه تکلیفی است. او چی است که ریاست خانه را کی میکند؟ مرد. ریاست خانه را کی میکند؟ مرد. بنابراین در اسلام ما عدل است نه مساوات. خب فرق است، عدل مساوات فرق میکند. عدل همین مساوات یعنی شی را به کلگی تقدیم کردن. خب در نتایج باید مساوات، باید عدل باشد. امید درس بر کلگی است، ولی هرگاه شادنامه داده شود در امتحان مطابق به معیار باید باشد. کسی 100 نمره میگیره، کسی 50 میگیره، کسی ناکام میشه. پس این خانواده از کلگی است، از زنم است، از شوهرم است. قیادت خانه را کی باید بکنه؟ کسی که حفاظت خانه را میکند، کسی که به سر خانه مصرف میکند. اگر دروازه دق شود، کدام غالمغال شود، زن میبره یا شوهرش؟ شوهرش میخورد، اول مرمی او میخورد، بینن همه قهر خوب بتونش که سیراست هم بکنه، جنجال خسر از اوست. اسلام میگه که قیادت خانه را کی میکند؟ او را باید مرد بکند. در مساوات چی میگه؟ میگنی اردویش بکند. شما که هر جایی که ریاست به 2 نفر برسه سقوط میکنه اون نظام، یعنی امی در بدری ما به خاطر همین که حکومت 2 سره داریم، نه؟ ای شد هیچ نمیفهمید کدام سرش قبول بکنه، هیچ جور نمیشه. اگر کسی بخواه در خانه مردو سر باشه، هم زن رئیس باشه، هم مرد رئیس باشه، او میگه میرون، میگه نرو، یک خال مغال سر روست. بس یک نفر باید قاید باشه. خدا میگه میره به مرد بده. ای تو نیست که دیگه مرد چون میگه من کلان هستم بدن 4 جوره کالا میکنم، تو چون نمرا دوستی 3 جوره کالا بکنم، ای تو نیست. در حقوق هیچی گپ نیست، ولی در سیادت و در رهبری خانه است. و انشاءالله یه چیزی که هم منطق میپذیره، هم عقل رسا میپذیره. او زنهایی که چالاک است او اردیشه گرفته. زنهای چالاک اکثر انجامی اردو کارم میکنه، هم قیادت ایچی رو میکنه،
خانه را میکنم، حقوق هم بیشتر میگیرد، اقا کالا کوبا میکنم، مردای بیچاره کی میکنم، کلش گرفته. ولی رجال علیهن درجه، مردان را بر زنان یک درجه قیمومیت است. قیمومیت باید از مرد باشد. اجازه باید زن بخواه کجا میرم کجا نرم، چی کنم چی نکنم. چرا ایتو نمیشد که بی سرپرستی باشه، هر کس با تعبیر خود زندگی کنه. والله عزیز و الله غالب است، حکیم با حکمت است که امی صلاحیت برای مرد داده. در این حکمت الهی است. خدا نخواست زندگی خراب میشود، جنجال بیشتر می شود و بالاخره باید چی جدا شود. همین نظام باید بسکله و خانواده نمیتونه دیگه با پیش برود.